به نام خدا، حمید رضا نعمت‌اللهی هستم، مدرس آکاردئون. قدم چهارم، شناخت صدای نوت‌ها و اشکال نوت‌ها بر روی ساز هست. همونطور که در جلسه قبل توضیح دادم خدمتون، یک نوت دو تا مشخصه خیلی مهم داره. یکی اسم نوت یا صدای نوت، دوم شکل نوت یا مقدار اندازه کشش نوت. خب اول می‌خوایم اصوات نوت‌ها رو روی ساز آکاردئون بشناسیم، ببینیم روی این ساز به چه ترتیب هست. اصوات نوت‌ها منظورم همون نوت‌های به ترتیب از پایین به بالا، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، که بعد در یک پریود مدام اینا تکرار میشن در پریود اکتاپ‌های مختلف. خب اگر حضور ذهن داشته باشیم، من ترتیب اسامی نوت‌ها رو در حامل براتون توضیح دادم و نوشتم به این ترتیب که در حامل پنج خطی، پایین حامل روی خط اضافه اول نوت دو هست. خب و به ترتیب میره بالا، پایین حامل نوت ره روی خط اول می، و همین ترتیب میره مثلا بالای پنج، بالای حامل نوت سول، بالای حامل روی خط اول نوت لا، به این ترتیب. خب حالا میخوام اون نوت دویی که روی خط اضافه پایین حامل هست، ببینید جاش کجاست روی ساز آکاردئون. بمترین نوت در سمت راست، در کلیدهای سمت راست آکاردئونتون هست. به چه ترتیب؟ ببینید این آکاردئونی که اینجا داریم، در واقع بیشتر توی ایران رایج هست و درس میدیم، معروف به آکاردئون کلید پیانویی، یعنی کلیدهاش شبیه کلیدهای پیانو هست. یه سری کلید سفید داره، یه سری کلید مشکی داره. اگر دقت بکنید ترتیب کلیدهای مشکی ترتیب خاص خودش رو داره، یعنی یه دوتا داره یه ستا داره، یه دوتا داره یه ستا داره، به این ترتیب تکرار میشه. حتی اگر اینجا میبینید دوتا دوتاست، این دوتا دوتا نیست، این در واقع یه ستاییه که خب اون کلید دیگه‌اش قرار نگرفته، یعنی دیگه بهمترین نوت در این ساز سول هست. پس این ترتیب توی کلاویه سازهای پیانویی هست، دوتا سیاه، ستا سیاه، دوتا سیاه، ستا سیاه، به این ترتیب تکرار میشه. بعد برای اینکه بخواید کلید دو و نوت دویی که پایین حامل روی خط اضافه اول هست رو پیدا بکنید، همیشه نشونیش اینه که، البته نشونی که من براتون میذارم، ولی در هر حال آروم آروم باید شناخت پیدا کنید نسبت به اسامی کلیدهای پیانوی سمت راست آکاردئون. اون کلید دوتا سیاهی که هست، ببینید دوتا سیاه، سه تا سیاه، اون دوتا کلید سیاهی که هست، کلید سفید سمت چپیش اسمش دو هست. این یه نشونی میتونه براتون باشه که حالا توی شروع بتونید راحت پیدا کنید. ولی در هر حال کلیدهای سمت راست آکاردئون استانداردهای مختلفی داره. شما مثلا از سایز کوچیک اگه در نظر بگیریم، از 25 کلاویه داریم، کلاویه، کلید، شصی، اینا اسمای مترادف هم هستن. از 25 کلاویه داریم، 26 داریم، 30 کلاویه داریم. این استانداردی که اینجا می‌بینید این 34 هست، 37 کلید داریم، 41 کلید داریم، 45 کلید هم داریم. خب توی این استانداردی که 34 کلید هست، معمولا این خیلی تکرار میشه، یعنی تو خیلی از آکاردون ها نوت بم یا فا هست یا سول هست، یا حالا خیلی ها آکاردون خاص یا که گستردگی بیشتری دارن مثلا می بمول هست، ولی در هر حال سول و فا در نوت بم آکاردون خیلی رایج. توی این آکاردون هم همینطور، بمترین نوت نوت سول هست. خب به ترتیب بعد از سول زیرترین نوت چیه؟ بعد از سول بعد این میشه نوت سول، بعدش میشه لا، بعد سی، و بعد هم دو. ببینید دو همون کلیدیه که کلید سفیدی که سمت چپ این دوتا کلیدهای سیاه هست. خب بعد به ترتیب میتونید اینا رو پس کلابی ها رو بشناسید. زیرترین نوت در این آکاردونی که 34 کلید هست، زیرترین نوت می هست. خب و بمترین نوتش هم نوت سول هست. پس اگر که دو رو پیدا کنید، بقیه نوت ها رو به ترتیب میتونید بشناسید و آروم آروم چشتون عادت کنه هم به قرار گرفتن اسامی نوت ها در حامل، و هم اینکه چشتون عادت کنه به شناخت اسامی نوت ها بر روی کلاویه های سمت راست آکاردئون. وقتی این دو هست، قطعا نوت بعدی یا کلید بعدی میشه ر، بعدی می، فا، سول، لا، سی، دو. خب این یه توضیح کوچولو راجب سمت راست، و حالا یه مقدار راجب کلیدهای سمت چپ آکاردئون برای شما توضیح میدم. ببینید باز اینها هم کلیدهای سمت چپ آکاردئون هم استانداردهای مختلفی داره، ولی این استانداردی که رایجه توی آکاردئونهایی که به هر حال بیشتر توی ایران هست رو من براتون توضیح میدم. از این سمت اگر دقت بکنید، ردیف اول
کنترباس هست، ردیف دوم ردیف باس ها هست، ردیف سوم آکورد های ماژور هست که باز آکورد رو در مبحث خودش کامل براتون توضیح میدم. ردیف چهارم آکورد های مینور هست که این آکاردون چهار تا ردیف داره. ردیف پنجم اگه داشته باشه میشه آکورد های 7. ردیف ششم اگر داشته باشه میشه آکورد های دیمینش یا دیمینش 7. بعضی از آکاردون ها هم به جای ردیف اول کنچ باس رو نداره، مثلا به جایش باس داره، یعنی ردیف اولش باسه ولی به جای این کنچ باسی که حذف کرده اومده اینجا ردیف 7 رو اضافه کرده. ولی معمولا این خیلی رایجه، ردیف اول کنچ باسه، ردیف دوم باس، ردیف سوم آکورد های ماژور و ردیف چهارم آکورد های مینور. خب ببینیم که قبل از اینکه من بخوام فواصل اینا رو توضیح بدم، برمیگردم و کمک میگیرم از اون توضیحی که راجع به فواصل طبیعی نوت ها براتون دادم که اینجا هم باز دوباره بهتون نشون میدم روی کلید های سمت راست که به چه ترتیب هست. همونطور که اگه خاطرتون باشه گفتم فواصل طبیعی بین نوت ها بین دو و ر یک پرده هست، بین ر و می یک پرده، بین می و فا نیم پرده، فا و سل یک پرده، سل و لا یک پرده، لا و سی یک پرده، سی و دو نیم پرده. یا به عبارت اگه بخواید راحت‌تر توی ذهنتون بسپارید میتونید بگید که بین نوت می و فا و سی و دو نیم پرده، بقیه نوت ها یک پرده. باز هم مثلا یه نشونه دیگه هم برای کسی که ساز کلاویه‌ای میزنن البته میتونم بذارم و اون هم این هست که اگر دقت بکنید بین اون کلیدهای سفیدی که کلید سیاه نیست اونها نیم پرده فاصله دارن، بین اون کلیدهای سفیدی که کلید سیاه قرار داره اونها یک پرده. چرا؟ چون فاصله هر کلید سفید و کلید سیاه کنارش نیم پرده است. پس این در واقع میشه نیم پرده، این هم میشه نیم پرده که در مجموع پس فاصله بین اون کلیدهای سفیدی که بینشون کلید سیاه هست میشه یه پرده. ولی اون کلیدهای سفیدی که بینشون کلید سیاه نیست قطعا فاصله بینشون نیم پرده است. این به شکل ساده و روان میتونید به این ترتیب توی ذهنتون بسپارید.